به نام خداوندی بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران. امیدوارم هر یک شما خوب هستید انشاءالله و بر همه شما سلامتی خواهان هستم. کلمه ای که در پشت دلار نوشته شده است، از این چند سال پیش در شهر اگای ایالات متحده آمریکا یک گروه اتئیست ها کلمه ای که در پشت دلار نوشته شده را از ایالات متحده آمریکا طلب کردند که گرفته پرتویند. کی بودن اتئیست ها را اگر شما ندانید، درباره اش کمی معلومات کوتاه می دهیم. اتئیست یعنی کسانی هستند که در بودن خدا باور ندارند. با سبب رواج یافتن اتفاق سوئد، شماره اینکار خدا کننده ها زیاد شده استاده است. استغفر الله. آیا می دانید کدام نوشتجاتی که در پشت دلار هست و به آنها یعنی به اتئیست ها پسند نیست؟ اگر در شما دلار باشد و پشت آن نگاه کنید، در اینجا با زبان انگلیسی این God we trust نویسانده شده است. معنای این جمله همین است که ما به خدا باور داریم گفتند. عیناً همین کلمه به این بدبخت ها، به اتیست ها معقول نیست و میگویند که اکنون ما به خدا باور داریم گفته کاغذ گرفته میگردیم، گویان خودشان را ناراحت حس میکردند. خداوند متعال بر روی زمین پیامبران زیادی را روان کرده است. در اصل اتئیست ها با وجود خدا باور دارند و میدانند که خدا وجود دارد، اما فقط نمیخواهند که به او اطاعت کنند و چنین میگویند: اگر به بودن خدا باور کنم از کیف و صفا میمانم، خوبش باور نمی کنم گفته خود را از این مشکلی برآورده میگیرد. با این یک مثال میگیریم. در اتفاق سوئد یک معلمه به خوانندگان میگوید: درس امروزه امان در باره خدا هست و خدا وجود ندارد گفته در تخته سینف می نویسد. خوانندگان از این ناریزا می شوند. بعدن این آموزگار همین جمله ها را میگوید: خدا را هیچ کس ندیده است، پس او نیست میگوید. خوانندگان همه خب کرده می ایستند و چیزی نمیگویند. معلمه که از این حال در غضب شده میگوید: همه شما از جایتان بخیزید، تا آخر درس خدا نیست گفته داد میزنه میگوید. خوانندگان جمله هایی که معلمه گفته بود همه از جایشان میخیزد و با آسمان نگریسته میگوید که خدا نیست، خدا نیست گفته داد میزنند. اما در همین حالت این آموزگار میبیند که یک خواننده او خنده کرده ایستاده است. آموزگار به نزد این خواننده میآید و میگوید که چرا تو خدا نیست نمیگویی؟ آیا خدا را دیدی؟ چرا تو با همراه ما این جمله را تکرار نمیکنی؟ بعدن این خواننده میگوید: آخر معلمه، شما گفتید که خدا وجود ندارد، خدا را هیچ کس ندیده است، پس چرا به آسمان نگریسته داد میزنید؟ بر شما یک سوال دارم. معلمه میگوید: چی سوال؟ این خواننده میگوید: اگر من به خانه شما روم و دانم که شما در خانه نیستید، ساعت ها گویم که در شما را تک تک زنم، این چی را نشان میدهد؟ معلمه میگوید: این هم سوال شد، آخر این به عقلی تو را نشان میدهد که تو میدانی که من در خانه نیستم، اما تو ساعت ها در مرا تک تک میزنی. خواننده میگوید: آیا شما از این سوالی من بهر خود جواب نگرفتید؟ معلمه در همین حالت خب کرده می ایستد و قصه نیز به انجام می رسد. البته این واقعه که ما نقل کردیم در همان اتفاق سوئد صادر شده است. این حالت را در چندین سامانه های اجتماعی برقرار و قصه کوتاه کرده گفتند. خداوند عاقبت و عاقبت هر یکی ما را به خیر بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.